ممنونم از لطف و مهر و محبت شما بزرگان. مطلبی است که ما در سایت هم قرار دادیم و کمیته بین‌المللی نجات پاسارگاد که با همت خانم شکوه میرزادگی اداره می شود، مطلبی رو داره تحت عنوان به پیشنهاد بنیاد میراث پاسارگاد سال 1394 سال بزرگداشت عمر خیام نیشابوری نام می گیرد. بنیاد میراث پاسارگاد به رسم 9 سال گذشته خود امسال نیز در آستانه بزرگترین و مهمترین عید و جشن ایرانیان نوروز جهانی نامی را برای سالی که از راه میرسد انتخاب و پیشنهاد میکند. این انتخاب چون همیشه در چارچوب نگاهداری و نگاهبانی از میراث‌های فرهنگی و تاریخی ایران زمین انجام میگیرد. هدف بنیاد میراث پاسارگاد از نامگذاری این سالها متوجه ساختن مردمان به ارزش‌های بی‌نظیر میراث‌های فرهنگی و تاریخی ایران زمین بوده است. میراث‌هایی که به دلیل بی‌توجهی، تبعیض و یا فرهنگ ستیزی مسئولان در سایه قرار گرفته یا در خطر ویرانی و نابودی افتادند. یکی از این میراث‌ها وجود شخصیت‌های بزرگی است که به دلیل استثنایی بودن در حوزه‌های علمی، ادبی، سیاسی و فرهنگی جهان، دهش‌های مهمی به تاریخ سرزمین خود و جوامع بشری داشتند. امسال بنیاد میراث پاسارگاد به دلایلی که ذکر خواهد شد تصمیم گرفته است تا سال 1394 را به نام عمر خیام نیشابوری، یکی از ارزشمندترین شخصیت‌های سرزمینمان، نامگذاری کند. انسانی که ابعاد شخصیت او هم در ارتباط با نوروز و هم در ارتباط با میراث چند هزار ساله تاریخ ایران زمین قابل توجه است. عمر خیام نیشابوری فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس و شاعر ایرانی، کسی است که یکی از سه تقویم مهم و با ارزش جهانی مربوط به چرخه خورشیدی زیر نظر او تهیه شده. تقویمی که بر اساس گاه شمار خورشیدی یا اوستایی متعلق به دوران باستان تدوین شده است. درستی و کارایی این تقویم را همه جهانیان قبول دارند و هم ما ایرانیان آن را به عنوان تقویم خورشیدی خیامی یا جلالی شناخته و سالمان را با آن نو می‌کنیم. رساله خیام نیشابوری در علم جبر نیز علاوه بر نشانه فکر منظم علمی او از برجسته‌ترین آثار قرون میانه در این علم است. او همچنین تحقیقات و تحلیل‌هایی در ارتباط با ریاضی در موسیقی دارد که تا زمان او شناخته شده نبود و به همین گونه میتوان رباعیات او را که به عنوان بخشی از ادبیات جهانی شناخته شده نشان از اندیشه روشن، شاد و همیشه امروزین او دانست. متأسفانه خیام به دلایلی چند و از جمله داشتن باورهای کاملا زمینی و اندیشه روشن و علمی و به قول خودش فارغ ز کفر و دین، همواره سخت مورد بیمهری متعصبین مذهبی بوده است. از جمله در 37 سال گذشته با گفتن از او در فضای آموزشی ممنوع بوده و یا کوشیده شده تا شخصیتی غیر واقعی به او نسبت داده شود و این بیمهری نسبت به او تا جایی بوده که اخیراً کشوری چون کویت او را فیلسوف و ریاضیدان ملی کویت اعلام کرده است. البته کار این بیمهری نسبت به بزرگان ایران زمین در سه دهه گذشته به جای رسیده که اکنون از فردوسی گرفته تا نظامی و ابن سینا و مولوی را کشورهای دیگر تصاحب کرده و آن را به عنوان شخصیت‌های تاریخی خود معرفی کردند و از آنجایی که مسئولین سازمان میراث فرهنگی و دولت جمهوری اسلامی کمترین اهمیتی به این رفتارها نشان ندادند، دور نیست که به زودی نام این افراد در فهرست جهانی نیز به نام کشورهای مدعی ثبت شود. ما اگرچه معتقدیم که میراث فرهنگی و تاریخی و
همچنین شخصیت‌های استثنایی در زمینه‌های گوناگون متعلق به کل جامعه بشری هستند، اما باور داریم که این گونه تحریف‌های تاریخی مبتنی بر ملاحظات سیاسی یا مذهبی به میراث بشری لطمه بزرگی می‌زنند. بنیاد میراث پاساگاد ضمن اعلام سال 1394 و به نام عمر خیام نیشابوری و تبریک سال نو باستانی به ایرانیان و مردمان کشورهای دیگری که نوروز را جشن می‌گیرند، از همه دانشمندان، نویسندگان و فرهنگ دوستان تقاضا دارد که مطالبی را که در ارتباط با این شخصیت بزرگ تاریخی من وجود دارد، چه انتشار یافته بود چه منتشر نشده، برای انتشار و ثبت در آرشیو بنیاد برای ما بفرستند. بیایید امسال را به نام خیام بزرگ و اندیشه روشن و شاد او آغاز و برای همه ساکنان زمین سالی سراسر شادمانی، صلح و آزادی آرزو کنیم. با مهر و خرمی، شکوه میرزادگی، از سوی بنیاد میراث پاسارگاد، 18 اسفند 1393 خورشیدی، 10 مارس 2015. از خانم میرزادگی نهایت تشکر دارم. امیدوارم که شما نازنینان به این موضوعات مهم 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 هم اهمیت بدید و توجه داشته باشید. ازت ممنونم. مرسی.